کمیته امور خارجی کنگره آمریکا، ایلیانا روزلهتینن رئیس کمیته. برای صدور فوری 21 فوریه 2012. روزلهتینن میگوید سلامت و امنیت ساکنان اشرف باید تضمین شود، جابجایی اجباری نباید باشد. دولت آمریکا و ملل متحد باید این موارد را تضمین کنند. جابجایی از اشرف به لیبرتی تماماً داوطلبانه باشد. جابجایی ها به نحو احترام آمیز و بشر دوستانه صورت گیرد. ساکنان اشرف که اکنون در کمپ لیبرتی هستند به خدمات پایه‌ای، مشاورت حقوقی با وکلا و دیدار با خانواده ها دسترسی داشته باشند و ساکنان توسط مقامات عراقی مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. واشنگتن دی سی. ایلیانا روزلهتینن رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا امروز به دولت آمریکا فراخوان داد اجرای کامل یادداشت تفاهم بین دولت عراق و ملل متحد در مورد کمپ اشرف را که به امضا رسیده است پیگیری کند، از بازگردانده شدن یا انتقال اجباری ساکنان اشرف یا کمپ لیبرتی جلوگیری کند و سلامت و امنیت ساکنان را تضمین کند. بیانیه روزلهتینن: من در خصوص نحوه رفتار گزارش شده نسبت به ساکنان اشرف که اخیراً به کمپ لیبرتی منتقل شده اند و در خصوص شرایط عمومی کمپ لیبرتی بسیار نگران هستم. گزارش ها نگرانی های مرا در مورد اجرای یادداشت تفاهم و تمایل ملل متحد و دولت عراق برای عمل کردن به تعهداتشان تقویت می کند. یادداشت تفاهم حفاظت های به اندازه قوی را برای ساکنان کمپ اشرف و کمپ لیبرتی در بر نمی گیرد. من به طور خاص نسبت به این واقعیت که هیچ تضمینی در مورد اینکه ساکنان اشرف فقط به طور داوطلبانه جابجا خواهند شد وجود ندارد نگران هستم. دولت آمریکا و ملل متحد باید این موارد را تضمین کنند. اینکه جابجایی از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی تماماً داوطلبانه باشد. اینکه جابجایی ها به نحو احترام آمیز و بشر دوستانه صورت گیرد. اینکه ساکنان اشرف که اکنون در کمپ لیبرتی هستند به خدمات پایه‌ای، مشاورت حقوقی با وکلا و دیدار با خانواده‌ها دسترسی داشته باشند و اینکه ساکنان توسط مقامات عراقی مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. سازمان ملل متحد، نیویورک، 21 فوریه 2012، 2 اسفند 1390. سخنگوی بانکیمون، دبیر کل ملل متحد، اعلام کرد مقامات عراقی مسئولیت اصلی امنیت ساکنان کمپ اشرف را بر عهده دارند. سخنگو گفت مسئولیت اصلی امنیت ساکنان کمپ بر عهده مقامات عراقی است و همه طرفها باید اطمینان یابند که انتقال به شکلی صلح‌آمیز انجام شود. سخنگوی بانکیمون تاکید کرد هیئت همیاری ملل متحد در عراق، یونامی، به سختی تلاش کرده است تا گفتگو میان دو طرف را تسهیل کند. یونامی به مانیتور وضعیت از نزدیک ادامه می دهد. از سوی دیگر، وزیر حقوق بشر عراق در واکنش به اعتراضات بین المللی مدعی شد دولت عراق به استانداردهای حقوق بشر التزام دارد. سایت این وزارتخانه 22 فوریه 2012، 3 اسفند 1390، نوشت وزیر حقوق بشر عراق در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا در بغداد بر التزام عراق به استانداردهای بین المللی حقوق بشر تأکید کرده.